بسم الله الرحمن الرحیم. استادان بزرگوار، شاگردان عزیز، دوستان ارجمند، خوشحال هستیم که با در خدمت شما عزیزا قرار داریم. از طریق پروگرام تلکاست یا آموزش از راه دور، با امیدی که درسها برای شما عزیزا مفید تمام شود، میریم به طرف درس از ریاضی صنف دهم و این بار تحت عنوان حالت معیاری یک زاویه و زوایای کوترمینال. حالت معیاری یک زاویه و زوایای کوترمینال و زوایای کوترمینال. صفحه 159. خب دوست عزیز، عنوان از ما گرفتیم و فهمیدیم که ما چی درس میدیم و تحت از این عنوان چی چیزها را باید یاد بگیم. سه مطلب را در درس امروز باید شما بفهمید دوست عزیز. یکی زوایای معیاری. زوایای معیاری او زوایایی را میگن که ضلع اولیش منطبق با جهت مثبت محور X باشه. چطور؟ برین در رسم سکنیم. اگر این دستگاه کمیات و وضعیه باشه به این شکل X X زبر و Y Y زبر. اگر ضلع ابتدایی منطبق با جهت مثبت محور او اکس، اما ضلع دوم بر از این حالت بید این حالت، زاویه معیاریست. یک زاویه است بنام زاویه تیتا. چی به طرف خلاف عقرب ساعت بره که مثبت تیتاست و چی موافق به عقرب ساعت بید این طرف منفی تیتا. هر دوش زاویه معیاریست. چرا زاویه معیاریست؟ که ضلع اولیش اینی ضلع است، منطبق است با جهت مثبت محور X. ضلع دوم از حرکت کد آمده اینجا و به می شکل یوم ضلع دوم حرکت کد آمده ده اینجا. این زاویه میشه زاویه معیاری. این شما کیره دوستای عزیز ما درک کرد. خب آره، چی وقت یک زاویه کوادرانتل میشه؟ اگه اصطلاح دیگه در کار رفته در کتابتان، یه اگه دستگاه کمیات وضعیه باشه به این شکل X X زبر و Y Y زبر نقطه O. اگر زور ابتدایی معیاری بود، یعنی منطبق به جهت مثبت محور X، ولی زور دومی حرکت کرد آمد این در بالای محور Y، متوجه شدین؟ همینجا توقف کرد یا از اینجا به این شکل حرکت کرد آمد در اینجا روی محور Y، یا از این حرکت کرد پس آمد روی محور X، و از این حرکت کرد آمد روی محور Y زبر، پس حرکت کرد آمد روی محور X. اینمی که بالای محورات قرار گرفت، اینجا مثلا 90 درجه، درست؟ از حرکت کرد آمد در اینجا 180 درجه، از اینجا حرکت کرد آمد در اینجا 270 درجه، و از اینجا پس آمد در همون نقطه که شروع کرده بود 360 درجه. یعنی زور دومیش بالای محورای چی محور بالای محورات زور دومیش قرار گرفت. این زوایا را کوادرانتل میگن. زوایای کوادرانتل این زوایایی که ضلع اولیش منطبق به جهت مثبت محور X، ضلع دومی یا بالای زی محور یا بالای زی محور یا بالای زی و یا بالای زی محور قرار گرفت. این زوایای کوادرانتل، درست دوست عزیز؟ انشالله که این اصطلاح براتون کدام مشکل را پیش نورد. تا
درست است؟ خب دیمون زوایا ای چه رقم زوایا است؟ شما دستگاه کمیت وزن را ببینید به این شکل. خب x x زبر و y y زبر. زوی اولی خود منطبق به جهت محور x، مثبت محور x. این دیگه حالت معیاری. زوی دومی چطور میشه؟ زوی دومی حرکت میکنه، میایه مثلا در بالای اینمی قسمت از حرکت میکنه، میایه در اینجا مثلا 60 درجه. خب انشاءالله که را فهمیدینی، اینا را از اینجا حرکت میکنه، میایه در اینجا توقف نمیکنه، میشه 90. از اینجا حرکت میکنه، میایه اینجا میشه 180. از اینجا پس حرکت میایه در اینجا 270. از اینجا پس حرکت میکنه 360. 60 دیگه هم اضافه میشه 4.
somebody. علیک السلام بفرمایید. بله بفرمایید. جایتون تغییر بدین که صدایتون شنیده شد. صدایتون شنیده نشد و جایتون تغییر بدین. دوست عزیز سوالی که دارین که شنیده شد و صدایتون. دوستای عزیز اگر سوال در رابطه با درس امروز است پرسام کنید. بله علیک السلام بفرمایید. تشکر جان. یک سد و پینجا و شش. خب همین مثال افتون رو خب برتان عرش میکنم. خب سایس متوجه باشین. خب در سوال در مثال هفتم زوایایی را داده که در شکل نشان بدین. بله دو پای بر سه. ببینین زوایا را در شکل نشان بدین به خاطری که براتون آسان شود. دو پای بر سه در شکل برای آسانی کار کوشش کنین به درجه تبدیل کنین بسیار کارتان آسان میشه. متوجه هستین؟ دو ضرب 180 پای 180 بانین بر سه. یک سه سه، شش سی اجده سفر، دو یک سه دو شست، یک سه دو بیست درجه. بسیار با سادگی باز میتونین رسم شکنین. برازی که با درجه اکثر شاگردهای ما آشنایی داره هیچ غلط گرفته کسی نمیتونه. یک سد و بیست درجه زول اول منطبق با جهت مثبت محور اکس، زول دوم حرکت میکنه از اینجا میده اینجا نوت، سی درجه دیگم سرش اضافه میکنه. سی درجه از اینجا تا اینجا نوت، سی درجه دیگه هم سرش اضافه کنی، اینی میشه دوستای عزیز یک سد و بیست درجه، یا یک سد و بیست درجه یا دو پای برسه. دو پای برسه هیچ فرق نمیکنه. هیچ دوستای عزیز برای آسانی کارتانی نگفتیم سیست. یک مثال از این کار شد دیگه. دوستای عزیز فکر میکنم که دیگه روش با آسانی میتونین حل کنین، کدام مشکل دیگه نداره. اگر جزء بیش میگیم که براتون حل کنیم، جزء بی دیگه مربوط چیز میشه پشت سر که دو زاویه 90 درجه است با هم مساوی گرفته و تیتا دو ضرب آر دو مساوی با تیتا یک ضرب آر یک، باز از اون تیتا دو رو پیدا کنه در دوش 90 درجه است. دوستای عزیز میتونی از اون بین یکیش پیدا کنه. خب دیگه مثال چندم، مقدار زاوی مثبت را بر رادیان دریافت کنید در صورتی که ثانیه گر 40 ثانیه باشه. بله خب جزء بی سیست. سعی کنید جزء بیش بسیار گپ ساده هست. در همون رسمی که شما چرخه را میبینید زاویه هر دوش 90 درجه است. ایناره تیتا دو ضرب آر دو مساویست با تیتا یک ضرب آر یک، یا تانست تیتا بود
مساوی با S بر R. S بر چی؟ R. اینی در حقیقت اینی S گرفته شده تیتا ضرب R. باش این کلورم R خرد گرفتیم ایران براتون خرد بگیریم R. اه متوجه سین قوس های مقابل مساوی است. در امون رسمه که شما میبینید در اونجا یک چرخ ای دگه چرخ به این شکل یعنی هر دو چرخ ها قوس های مقابل مساوی است. اگر زوایایشون بگیریم مساوی خب قوس های مقابل ای اس یام اس ای زاویه تیتا شام آر یام آر شای دایران مساوی زوایای ای رکس مثلا تیتا یک بگیریم ای رکس تیتا دو متوجه هستین؟ ای از روی اونمو رابطه اس ها با هم مساوی است. اینطور بگیرین اس یک تیتا یک آر یک اس دو تیتا دو ضرب آر دو چون قوس ها با هم مساوی این طرف ها میده میتونیم بگیریم مساوی تیتا دو رو که بخواییم اطراف تقسیم چی؟ آر دو ای هم رایزی؟ خلاص تیتا دو مساوی میشه با تیتا یک ضرب آر یک بر آر دو یعنی زاویه از جنس شعای دایره. متوجه هستین؟ کدام مشکل پیش نمیم شالا. خب مثال هشتمش دوستو عزیز مقدار زاویه مثبت برادیان اندازه کنین در صورتی که ثانیه گرد ساعت 40 ثانیه دوران کرده باشه. این کدام مشکل پیش نامد نی؟ 40 ثانیه را که به دقیقه تبدیل کنیم تقسیم 60 متوجه هستین؟ و این میشه 2/3 درست؟ این یک دور کامل 2π رادیان است 2/3 را ضرب 2π رادیان کرد 2π رادیان از اینجا جوابش کشیده شده که 4π بر رادیان 4π بر 3 رادیان 4π بر 3 رادیان خب 60 ثانیه یک دور مکمل یا 2π رادیان میشه چون 60 ثانیه متوجه هستین؟ خب دوستای عزیز اگر مشکل دیگه باشه آزادانه میتونیم سوال کنیم. بله بفرمایید. الو فرمول خب میگه برای یافتن زاویه بین دو عقربه ساعت از فرمول 5.5 منت منفی 3 ساعت استفاده کردم. میتون طور مثال 3 ساعت و 40 دقیقه متوجه سین 3 ساعت و 40 دقیقه 3 ساعت و 40 دقیقه 3 ساعت و 40 دقیقه اینال زاویه بینشان چقدر است؟ ما چی گفتیم فرمولش هست؟ تیتا مساوی است 5.5 متوجه هستیم؟ ضرب 40 نتیجهش منفی ضرب 40 منفی 30/3 فرمول دارن دیگه نه؟ منفی 30/3 قیمت مطلقه تیتا و بعد از ضرب و تقسیمش خود گپ ساده است 130 درجه درست است؟ کدوم مشکل دهی؟ انشاءالله که پیش نمه فهمیدن مطلبه؟
این دقیقه است اینی، این دقیقه اینی ساعت، این سی در فرمول و همی قسم پنج اشاره پنج هم در فرمول. درست هستی؟ او فرمولش چه رقم فرمولش بود؟ تیتا مساویست پنج اشار یا پنج متوجه سی منت یا دقیقه، دقیقه منفی چند؟ سی منفی در فرمول سی ضرب ساعت، سی ساعت دقیقه یعنی دقیقه، ساعت این سی، ای سی هم در فرمول چلم چه پنج اشاره پنج در فرمول بعد از ضرب و تقسیم 130 درجه. انشاءالله که کدام مشکل خوب پیش نامد براتان. خب دیگه دوستای عزیز اگر سوال باشه آزادانه پرسان کنید. دوستای عزیز وقت ما تمام، تا ساعت دیگه وقت سوال و جواب تمام شد، تا ساعت دیگه که در خدمتتان باشیم شما را به خداوند یکتای بی همتا مسپاریم. تشکر از توجه شما عزیزان.